بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. ما الان در حال حاضر در کلان شهر تهران بیش از 1000 تا ساختمان بالای 12 طبقه داریم که خب عمده اینا شرایط لازم برای کنترل حریق رو ندارن و ما تلاش داریم میکنیم یه درس آموخته ای از این اتفاقی که افتاده داشته باشیم. پیشنهاد دادیم، حالا سازمان نظام مهندسی کشور و قبلش هم پیشنهاد داده بودیم با مطالعاتی که تو زمین انجام داده بودیم، این بود که برای این ساختمان‌های بلند مرتبه بیان و اون نقشه های سه‌بعدی معماری سازه تأسیسات برقی مکانیکیش آماده بکنن و همچنین مکانیزم فروریزیشی که الان توضیح داده شد که چجوری هست برای این ساختمان ها بتونیم مشخص بکنیم، اینا رو در اختیار ایستگاه‌های آتش نشانی قرار بدیم که اون افرادی که میرن برای اطفاء حریق آشنایی پیدا بکنن که این ساختمون چجوریه، یعنی وقتی که تو ایستگاهشون هم هستن بتونن به صورت مجازی وارد اون ساختمون بشن، قدم بزنن، آشنا بشن با ساختمون کاملا تو طبقات مختلفش همه آشنایی داشته باشن و بدونن که اگر فرض کن طبقه همکف آتش گرفت، طبقه میانی، طبقه بالا آتش گرفت، احتمال فروریزش به چه صورته، اینو از قبل آشنایی داشته باشن. با ممارنی تئوری الان ما میتونیم اینا رو در بیاریم و بعدش هم بتونیم به راحتی اینا رو کنترل بکنیم اگر خدای نکرده براشون اتفاقی افتاد. تلاش کردیم اتفاق بیفته. ما الان در مقررات ملی ساختمانمون به متاسفانه ضوابطمون جوابگوی نیازهامون نیست که لزوم داره که بازنگری‌های اساسی انجام بده و عملا ما به صورت میدانی وارد بشیم. ببینید این ما الان داریم به اعضای سازمان نظام مهندسی داریم آموزش میدیم که ما چجوری ورود پیدا بکنیم، ولی قطعا اینو از من میپذیرید که خب نظام مهندسی یه بخشی از ساخت و ساز این اراده بایستی در حاکمیت در دولت وجود داشته باشه و همچنین از طرف دیگه شهرداری ها بایستی این اراده درشون وجود داشته باشه که ما بتونیم پیاده سازی رو انجام بدیم. خوشبختانه الان این دانش به صورت متمرکز الان وجود داره و میتونیم ما این آموزش ها رو انجام بدیم و اینا محقق بشه و واقعا نیاز جدی وجود داره برای بحث حریق. ما بایستی ببینید الان چند تا مورد پشت سر هم اتفاق افتاده در ساختمان هامون که حالا امروز هم بهش اشاره کردن در کشورمون و این احتمال وجود داره که در آینده هم یک اتفاق ناگوار دیگری رخ بده. ما باید پیشگیری کنیم همینجوری که برای زلزله این کارو کردیم. الان برای در واقع قوانین برای چیزی که لازم هست نیاز به بازنگری. بله 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 بله. ما یه مبحث سی داریم که این نیاز به بازنگری داره. ما توی مباحث دیگرمون تو طراحی هامون چه مبحث 9مون 10مون که برای ساختمان‌های بتونی هست، ساختمان‌های فولادی هست، همچنین ساختمان‌های بنایی‌مون، ساختمان‌های خاصمون قاعدتاً باعث این اتفاقات بیفته و ما بتونیم ضوابطی را اضافه بکنیم که اون مقاومت لازم رو داشته باشن. همینجور هم که اشاره شد امروز در سخنرانی همکارانمون این بود که اگر ما ساختمان رو برای زلزله هم طراحی بکنیم مقاومت و ایستای خوبی داشته باشه باز هم میتونه کمک بکنه و این ضوابط بایستی پیاده سازی بشه و کنترلش انجام بده، بازنگری در مقررات ملی ساختمان بایستی انجام بشه. سازمان نظام مهندسی هم این آمادگی داره که اینا رو بیاد پیاده سازیش انجام بشه.